جناب آقای مهندس بهرام مشیری، درود بر شما. آقای الو. مشیری عزیز جان قربان، درود بر شما. درود بر شما، حالتون چطوره آقای مشیری؟ خیلی ممنونم. شما چطورین آقای مشیری؟ بسیار خوب قربان، شما حالتون بهتره؟ بله خیلی ممنونم ازتون، از محبتاتون به صورت. بله بهتره، خدا رو سپاس، این از همه چیز مهمتر هست. آقای مشیری، من الان داشتم یه مروری میکردم در سایت ها، چشمم خورد به چند تا مطلب، یک توتشو میخوام مطرح کنم ببینم شما چه نظری دارید. بله، یکیش این است که احمدی نژاد در یک نطقی گفته است ما یک دانشمندی داریم که با نگاه به زمین، به علف، تمام معادن اعماق زمین رو میشناسد، البته با هدایت اولیای الهی. بسیار عالی. قربان، این آقای احمدی نژاد عرض شود که من فکر میکنم که یک جنبه از این سخنان و یک جنبه از این حرفای عجیب و بسیار غریب که گاهی این آقای احمدی نژاد، اولی که فراموش کردم خدمت هموطنان سلام کنم و درود بفرستم و دوستان رادیو، امیدوارم رادیو هم پایدار باشه آقای مهری. خیلی ممنون ازتون. و اون چه ما شنیدیم در واقع به حقیقت نپیوندد، که سخن از در واقع بستن رادیو این هاست، امیدوارم اتفاق نیفت. بعد در جواب فرمایشتون عرض شود که عرض میکردم که من فکر میکنم که ایشون حرفای غریب، چند حرف خیلی خیلی عجیب زده. یکی اون که اگر آمریکایی ها به عراق آمدن میدانند اونجا یک خبری است، یعنی که اینها میخوان حضرت امام زمان رو اونجا محاصره بکنن و نگذارن که ظهور رو کنه. یک بارم گفته بود یک دختر خانمی هست که با دیو و قابلمه و اینها اتم شکافی میکنه و ما برای این محافظ گذاشتیم، فعلا مشغول اتم شکافی در آشپزخانه است. این سخنم که ما یه آدمی داریم که به علف ها نگاه میکنه تا عمق زمین تشخیص میده که در زیر زمین چه خبر هست، خیلی سخن لاطائل بیمزه در واقع خرافی است، از جنس همون خرافات علمای شیعه است. چون عرض کنم که این شناخت معادن زیر زمین، حالا در واقع از نظر نمیدونم جغرافی شناسی و عرض کنم عکسبرداری هایی که از بالا میکنن و شناخت تاریخ زمین و پوسته ها و اینها، البته متخصصین هستن، اما هیچ کس از متخصصین تا حالا مدعی نبوده است که به علف نگاه بکند و در عمق زمین تشخیص بدهد که چه فلزاتی هست، چه چیزهایی هست. اینها رو فقط در جمهوری اسلامی میشود شنید و باعث تأسف واقعا که یک کسی که آمده حالا به جعل و تزویر و دروغ حق دیگری رو خورده و حق ملت رو خورده و حق سیاسی مردم رو خورده و به خود نسبت داده و بیاد از این سخنان هم عرض کنم که بفرمایید. این مطلبی که شما فرمودین رو بنده در بی بی سی هم دیدم که ایشون گفته است ما علمایی داریم که چنین میکنن و یک شخص به خصوص داریم که عرض کنم که به زمین نگاه میکند و در عمق زمین. منو به یاد این دراویش انداخت که این داستاناشو من زیاد شنیدم، که این داستان معدن کندن، ببخشید، یعنی انتیک کشف کردن زیر زمین، یک تعدادی در ایران هستن، اینا یک نقشه های تقلبی دارن، اینها رو با باتری، یعنی باتری اتومبیل، یعنی مایه باتری اتومبیل که یک نوع اسید سولفوریک رقیق هست، اینها با مداد میکشن که معلوم نیست، بعد به روی چراغ که میگیری اون معلوم میشه و اینجا و به اونجا حرکت میکنن با بیل و کلنگ و کیسه که طلاها رو چیز کنن و برای شناخت معدن یک درویش زوفنونی هم میبرن که میگوید نگاه که میکند معدن رو در زیر زمین. فکر میکنم ایشون به اونجا زده، یعنی داستان از سخن آقای رئیس جمهور به این حد از خرافه رسیده و خیلی عجیبه واقعا. من واقعا نمیدونم به چه باید گفت، چون وقتی این مطالب ترجمه بشه و عقلای جهان بخوانن، چون ایران امروز مد نظر هست به دلایل بد نه به دلایل خوب، و این سخنان رو بشنوند، گمان میکنم که ایشان ممکن است که به لحاظ عقلی صدماتی دیده باشه. آقای مهری، آقای مشیری، سایت دیگربان هم از مراسم رونمایی از کتاب شرح اسم سخن گفته.
شرح اسم یک کتابی است و در واقع شرح مناقب علی خامنه ای است. بله. این کتاب در اردیبهشت گذشته چاپ شد ولی دفتر آقای خامنه ای جلوی انتشار اون رو گرفت و خواستار تغییراتی در اون شد. در مراسم رونمایی تازه این کتاب محسن مؤمنی رئیس حوزه هنری با تعریف از محتوای این کتاب گفت مردم ما حق دارند راجع به شخصیت رهبرشان بیشتر بدانند و علی اکبر رشاد مسئول نشر دفتر علی خامنه‌ای هم سخنانی در تشریح نام این کتاب گفته است. گفته است نام این کتاب شرح اسم است، شرحی از یکی از اسماء الهی یعنی مقام معظم رهبری که یکی از اولیای الهی هستند. آقای رشاد در سخنان خود با تعریف از علی خامنه‌ای گفت رهبری علاوه بر تسلط بر علم کلام در علم اصول و فقه هم صاحب نظر هستند و این نشان دهنده جامع الابعاد بودن ایشان است. به همچنین افزود رهبری ادیب است، شعر را خوب می‌فهمد و در فضای ادبیات عرب خطبه‌هایشان بسیار شیواست به شکلی که در جامعه عرب مخاطب دارد. آنهایی که یاوه می‌گویند و می‌گویند که ایشان اسب دارد و اسب سواری می‌کند باید نعلین و کفش‌های ایشان را می‌دیدند که نزدیک 20 سال است از آن استفاده می‌کنند. کفشی که انقدر پوسیده شده که هر بار من می‌بینم یاد کفش‌های امیرالمومنین می‌افتم. خدا رو شکر شکم ایشون رو که می‌بینه یاد شکم امیرالمومنین نمی‌افته. اون مطلبی. خب بله بله. بله. عرض میکنم آقای موری گرامی، ببینید این داستانی که فرمودید در یک نگاه تاریخی انسان رو میبره عقب‌تر. در واقع ما اگر به این تاریخ اهل تسنن و اهل تشیع نگاه کنیم، اهل تسنن هرگز از این دروغ‌ها و از این سخنان عجیب به بزرگان دین منسوب نکردند. یعنی اون چی در باب عمر گفتند به عنوان مثال که شخصیت بسیار بزرگ اسلام بوده، از زهد او گفتن مورخین طبری میگوید هیچ کس پیش از او و بعد از او به مقام زهد عمر مانسال نرسید. خب بوده، چون زاهد بوده عمر، لباسی به تن داشته 26 تکه بوده، به هم میدوخت و بر روی گلیم یا یک زیلو در مسجد میخوابید. در باب ابوبکر هم همین بوده است و در باب عثمان و بقیه. این دروغ بافی ها در واقع کار شیعیان بوده. عرض میکنم که اصولا مردم شیعه در روزگار قدیم آدمای در واقع فرومایه جامعه بودند و از اسرا بودند، از زندگی ناامید، از آینده ناامید و اینها پناه میبردند به معجزات و کرامات و دروغهای عجیب و اون مایه دروغ که بستند به این 12 امام شیعه شگفت‌انگیزه. فرض کنید در باب مثلا علی ابن ابی طالب که خب ایشون پسر ابو طالب بوده، از دیدگاه مسلمین اون روزگار بسیار فروتر از ابوبکر بوده، بسیار فروتر از عمر بوده، به لحاظ فرض کنید عقل نظامی بسیار فروتر از خالد ابن ولید و سعد ابن ابی وقاص بوده، آدم معمولی بوده. اما این شیعیان آمدند و با این دروغهای عجیب علی رو لنگر زمین آسمان گفتند و اینکه اساس خلقت از برای علی است، تا جایی که بر این شدن که جبرئیل خطا کرد و به اشتباه این عرض میکنم آیات آسمانی رو برای محمد باید برای علی میآورد و در کار خلقت میگویند که عرض میکنم معمار علی بود و محمد بنا بود. و بعد داستانهای عجیب و غریب عرض میشود که نظیر این که خدمتون عرض میکنم برای علی ساختن که وقتی که حضرت رسول عرض کنم که سوار اون براق شد، اون خری که داشت یا قاطری که داشت و به آسمان ها رفت، اونها وقتی که به خدمت خداوند رسید دید علی اونجا ایستاده و با خدا داره گپ میزنه صحبت میکنه و اینها. و وقتی باز میگشتند عرض شد که
جبرئیل پیش می آمد و محمد از پشت و به یک قطار شتر رسیدن. جبرئیل از این قطار شتر رد شد و محمد صبر کرد تا این قطار شتر رد بشه. جبرئیل اشاره کرد که یک جوری خودتو به من برسون. ایشون فرمودن صبر میکنم که این قطار شتر رد بشه. جبرئیل فرمودن آقا این قرض میکنم شترها بارشان فضیلت علی است و تا روز قیامت این شتر بار. و در باب نمیدونم زین العابدین بیمار و جعفر صادق و غیره و غیره. و این در اون راستا باید به این نگاه کرد، یعنی برای عوام. من فکر میکنم این یک نشانی از ورشکستگی کلیه این آقای رهبر و کلیت رژیم داره که اینها آویزان شدن به این دروغهای شاخدار و میخواهند که در واقع یک احوالی از قدیسین و اولیا که اینا همه البته داستانهای دروغی بوده به این آقا نسبت بدن. یک کسی نیست به این بگوید که آقا این علی که شما میفرمایید که یک گونی داشت بیچاره که روی اون میخوابید و در همون گونی یا جوال شطرش رو علف میداد. این داستان است در باب زهد علی گفتن. این آقای علی خامنه‌ای 18,000 چاقوکش از او سیانت میکنن، در واقع کسانی که فدایان رهبری هستن و مأمورین نگهداری از این شخص محترم هستن، تشون از 18,000 تا 20,000 نفر نوشتن و در یک سفر قم میگوین 6 میلیارد خرج این شد که فقط از تهران به قم برود، که هیچ پادشاه چنین هزینه‌ای رو در یک سفر به ملت بیچاره ایران تحمیل نکرد. این در ما دیدیم دیگه، اینها کش شده در روزنامه ها. جناب عالی هم ملاحظه فرمودین که علی خامنه‌ای سوار اون اتومبیلی برای ساختن میشه، یک چراغ مهتابی پایین دست و سو گذاشتن که این در واقع نور، همون نور کمرنگ این لامپ نئون در صورت ایشان، صورت مبارکشون رو منور نشون بده که عوام ایشون رو بچسبانن به همون هایی که در ذهن دارن و در تاریخ ها خوندن. این است که هم این آقا باید خجالت بکشه، همون آقای خامنه‌ای باید خجالت که اینا نمیدن چی هست، که از این دروغ‌های عجیب و این نعلین 18 ساله و عرض می‌کنم کسی که در واقع دراز مدتی است به نحو خیلی خیلی ناهنجاری در اموال مردم بیچاره ایران عرض می‌کنم اسراف و تبذیر می‌کنه. و من یک دوستی دارم بازرگان که ایشون زمینی داشتن در ایران و بالاخره یک دهمش هم به ایشون ندادن و ایشون برای من صحبت میکردن چند روز پیش که در خیابان وزرا، این آدرس رو من نوشتم تعداد شخصیتاشم که ایشون فرمودن من یادداشت کردم، اونجا یک ساختمانی هست که یک طبقهش فقط عرض میکنم که گاو صندوقهای بزرگ هست و اموال مردمی که میگیرن، کسانی که در ایران نبودن که سالی 5% سرپرستی در واقع صورت حساب درست کرد و اینها که اموال اینها رو میگیرن و سندها رو اینها رو به بیت رهبری چیز میکنن مینویسن سند رسمی، تعداد سندها 6 میلیون سند میگفت که عرض میشود هست در اونجا با حدود 50-60 نفر وکیل که دائم اینها در حال گرفتن زمینهای بهایا و زرتشتیا و عرض میکنن که متعلقان رژیم سابق، کسانی که بازرگان بودند یا در رژیم کار میکردن یا فرض فرمایید اینها، تمام اینها برای بیت رهبری بسته میشه. من نشنیدم که علی عرض میشود که از این کارها کرده باشه و در واقع مثل آقای علی خامنه‌ای زندگی کرده باشه، من چنین چیزی نشنیدم. اینها همه دروغهای شاخدار و برای فریفتن عوام هست و کلن آقای مهری گرام اینها در اندیشه ساختن یک گداخانه بزرگ در ایران هستند، چون ذهن اینا ذهن مایگی است و بر سرمایه گذاری بر فرومایگی و فرومایگان هم اینها دکانشون رو گرم کردن. این که 40,000 تومان به مردم میدهن، این در واقع رایج کردن سنت گدایی و دستنگری دولت هست. از 1.3 میلیارد دلار پول مردم بیچاره رو میدوزن و اساسا نمیدونن چه کسی دزدید. از 1 ماهی 40,000 تومان به صندوق مردم میریزن و
منت هم میگذارند. همین آقای احمدی نژاد میگفت این پول خرج نکنید، این پول امام زمان ها، نگه دارین تا برکت. و از اون سو گفته است که جمعیت ایران باید 320 میلیون نفر بشود. یعنی این که گسترش جهالت، بیسوادی و خرافات، چون اینها تداوم خود رو در جهالت و بیچارگی و ضعف و گرسنگی و بدبختی مردم میدانند. همه این در واقع یک موزاییکی است که ما قطعاتش رو به هم بچسبانیم، ذات این رژیم و در واقع اون که در ذهنیت اینها میگذرد به لحاظ نگاه به مردم و نگاه به سیاست، اینها معلوم شود که مردم ایران باید 200 میلیون نفر بشود. بده که نمیپرسد آقا شما با این 60-70 میلیون توانستید سعادتی تولید کنید، توانستید که شغل ایجاد بکنید، توانستید که عدالتی برقرار بکنید. بقید قضیه در اینجاست که یک پاکستان دیگری اینها در ایران بسازند، یک مردم بی سواد بیچاره که بتوانند در واقع برای زندگی از این رژیم پشتیبانی بکنند و یک وجه روزمره‌ای برای گذران حیات داشته باشند. اینها چنین هستند آقای مهری. یعنی ما تا اونجایی که این علمای شیعه رو میشناسیم و کتاب‌هاشون رو میخوندیم، از مجلسی بگیرید تا شیخ طوسی و غیره و اینها، ما بزرگواری و فرزانگی و عرض میکنم که تعالی و دعوت به توسعه و ترقی و اینها در اینها ندیدیم. اینها در واقع یک عمر هست که در واقع در شکست زندگی میکنن و گریه میکنن و تاریخ شیعه تاریخ در واقع شکست و گریز هست و داستان تراژدی ها هست. هیچ چیز خوشی در این تاریخ شیعه ما سراغ نداریم. اینها به هر صورت از همون زمینه برخواستن و اینها رو من فکر میکنم از این نگاه باید دید و این سخنان رو که به هم بچسبانیم در واقع میتوانیم به شخصیت اینها و نگاه اینها به این جهان و مردم پی ببریم. آقای مهری گرامی، خیلی ممنونم. آقای مشیری عزیز، برویم به صحنه دیگری، صحنه سیاست ها در ایالات متحده آمریکا، چون به هر حال ما با این زمینه هم نزدیک هستیم. نظرتون درباره این به هر حال جنگ انتخاباتی، این کمپین ها چیه؟ بله، عرض می کنم آقای مهری گرامی، من 40 سال هست در این امریکا ساکنم و سعدی فرمود هرگز حسد نبردم بر منصبی و مالی الا کسی که دارد با دلبری وصالی. این انتخابات آمریکا از زمره هیجان انگیزترین وقایع فرهنگی آمریکاست که هرگز این خاموش نمیشه. این شعله است که هرگز، یعنی شعله حرکت سیاسی و حضور مردم رو در صحنه سیاسی و موضوع انتخابات همواره هست. یعنی هنوز آقای رئیس جمهور صندلیش گرم نشده زیر پاش که انتخابات بعدی. این از زنده بودن ملت و این داینامیک بودن به قول اینجایها سیستم دموکراسی است. و من همواره حسرت میخورم آقای مهری به هیچ چیز. این مخلص کمتر از قطمیر به قول قدما، به هیچ چیز حسرت نبردم و حسرت نخوردم جز این داستان انتخابات و حاکمیت مردم و این حس مالکیتی که در فرد آمریکا بر این سرزمین هست و این رأی هر یک تن که مهم هست و هر 4 سال یک بار. این عرض میکنم که آقای همین ایستوود رو آورده بودن و سخن جالبی گفت، گرچه حالا گویا مستم بود، سخنان لاتعالم بسیار گفت. آقا ما اربابان این مملکتیم، صاحبان این مملکت، استخدام میکنیم و که دولت بیعمل بود اخراج میکنیم. اینها کارمندان و کارگران ما هستن. بنابراین بر این جنبش خیلی خیلی دردناکه. عرض میکنم که از دید آدم هایی که در واقع به ایران فکر میکنن و به موضوع آزادی و این در واقع 100 و اندی سال ناکامی در زمینه آزادی و دموکراسی، این داستان انتخابات آمریکا همواره با این حس تراژیک و این حس نوستالژی همراه هست. لاغت برای مخلص چنین بوده. برمیگردیم بر سر این داستان. و من دیشب عرض میکردم که روزگاری که بنده به آمریکا آمدم آخرین روزهای نیکسون بود. این نیکسون مرد خردمند، سیاستمدار بزرگ و یک عمر خدمت به این کشور کرده بود، برای یک تقلب کوچک او رو به دادگاه میکشیدند و که به زندان بیاندازند و البته انتخاب استعفا هم براش گذاشتن و
بلافاصله آقای جرالد فورد اومد، بنده شاهد در واقع حکومت‌های مختلف بودم بعد از آقای ارسونم نیکسون، آقای جرالد فورد اومد، دو سال اندی هم ایشان بود، بعد آقای جیمی کارتر اومد، به مدت 4 سال مردم دیدن این حاکم نیرومندی نیست، او را عزل کردن، و آقای ریگان آمد به مدت 8 سال و جورج بوش پدر آمد که او هم 4 ساله شد، و بعد ما آقای کلینتون رو داریم و عرض می شود که بعد آقای بوش رو داریم و تا اینجا. یعنی مرتب حکومت ها عوض می شود و هر گروه جدیدی که میاد عرض می شود که برای مردم عرض کنم که برنامه هاش رو میگه، کارهایی که میگه، نگاهش رو به آینده میگه و چه آرزوها برای کشور داره. چندین بار اینها مقابل هم مناظره دارن، چندین صد مصاحبه دارن و سرانجام ملت آمریکا تصمیم میگیرد که به چه کسی اعتماد دارد و رأی خود رو به صندوق میاندازد. امسال برخورد چپ هست، به قول خودشون میگن چپ لنین، البته چپ به مفهوم آمریکایی عرض میکنم، و راست یعنی یک کسی که عرض شود که خب سیاه پوست بوده و بعد متعلق به طیف چپ هست، یعنی کسی که در اندیشه جامعه هست، در اندیشه اون گروه محرومین جامعه هست، طبقه کارگر، طبقه متوسط، با سیاست هایی که دارد و برای اولین بار توانسته است در این کشور در واقع سرمایه داری که همه چیز خریدنی است، یک برنامه بهداشتی تقریبا سوسیالیستی به میان بیاورد. و یک آقای داریم که اصلا نماینده کورپورت امریکاست، یعنی این آقا خودش کورپوریشنه و متعلق به اون دسته ثروتمندان هست، و دو سیاست کاملا متفاوت ما اینجا داریم. یکی میخواهد که ثروتمندان را ثروتمندتر بکند، تا همون در واقع این سیاست های ریگان بود که اینها چون ثروتمندتر بشوند و مالیات کم بدهند، اینها دوباره سرمایه گذاری بکنند و ایجاد کار بکنند، و به قول خودشون میگویند تریکل داون اکونومیکس، یعنی این بارانی که از ثروت ریخته میشه از اینها به گیر بیچاره ها هم بیاد. یکی هم آمده و درست برعکس میگوید که هر کسی گفت هر که برفش بیش بامش بیشتر، هر که بامش بیش برفش بیشتر، مر هر کسی به مقدار ثروتی که داره باید مالیات بده و ما باید میدل کلاس آمریکا رو در واقع تقویت کنیم. میدانیم که در واقع اون چه های کلاس گفته میشه در آمریکا 1% و این 1% هر شبت که در سالهای 1975-6 که بنده به مدرسه میرفتم اونجا سخن از این بود که این 1% 90% ثروت رو در دست داره. در آمار امروز این 1% در واقع 35-40% همه ثروت متعلق به این 1% هست. اینها در واقع درآمد حقوقشون از 700-800 هزار دلار بالا هست تا به بیلیون میرسه، و بعد ما 15% در واقع های میدل کلاس داریم که اونها هم البته ثروتمند هستن. 30% ما در آمریکا میدل کلاس داریم، 30% هم ورکینگ کلاس، و بعد 12% پور ورکینگ کلاس، یعنی کارگران فقیر داریم، 12% هم اندر کلاس داریم. بنابراین آقای اوباما داره سعی میکنه که اون میدل کلاس، طبقه متوسط و طبقه کارگر رو نمایندگی بکنه و طبقه متوسط رو تقویت بکنه. این آقای رامنی که اساساً معتقد به این حرف ها نیست، آمده است که ثروتمندان رو ثروتمندتر بکند و کورپوریشن ها رو قوی تر بکند، و در باب اون برنامه بهداشتی که اصطلاحاً اوباما کیر میگوید، میگه من بیایم قانون رو عوض میکنم و چنین و چنان. و به طور کل دو چیز متغایر و متقابل هستن اینها، و امشب آقای کلینتون یکی از مهمترین سخنرانی ها رو بنده شنیدم به نفع آقای اوباما کرد، و با عدد و ارقام سخنور بسیار بسیار چالاک و زبردست و چرب زبانی است آقای کلینتون، و یکی یکی به اثبات رساند که آقای میت رامنی بر خطاست و اینها کارها رو خراب کردن در زمان جورج بوش، اقتصاد مملکت رو ورشکست کردن. حالا ادعاشون این هست که این آقای اوباما به سرعت نتوانسته
این خیلی عذر میخوام این کتابتکاری ما رو تمیز بکند، بنابراین ما باید برگردیم. میگفت در واقع جان کلام اینها ایناست، این است، در حالی که عرض کنم که این ورشکستگی اقتصادی و این سقوط آزادی اقتصاد آمریکا در دست همین رپابلیکن ها بوده و یکی یکی با عدد و رقم خیلی خیلی مستدل تمام این حرف ها و سیاست هایی که آقای رامنی پیشنهاد کرده اینها رو در واقع برملا کرد و خیلی خیلی با استقبال روبرو شد و آقای اوباما رو دیدم که آمد ایشون رو در آغوش گرفت و از صحنه بیرون برد. اصولا نمایش زیبایی از مالکیت انسان هست و سرنوشت خیش این انتخابات ایالات متحده آمریکا. گمان بنده این هست که آقای میترامنی نخواهد برد. حالا دست راستی های ما استبدادیون سابق اینها همواره اینجور آدم ها رو دوست دارن، چون اینها همیشه بر این بودن که اگر ما به قدرت برسیم به ایران حمله میکنیم و چنین و چنان میکنیم. این است که این دوستان ما عرض کنم که گمان میکنن ایشون یک منجی خواهد بود، در حالی که این آقای میترامنی یک آدم بسیار نچسب و بیمزه است که هیچ دردی نداره. انسان کاملا بیدردی است. این بیدرد بودنش در سخنانش هست، به حدی که وقتی که در سخنرانیش گنجانیده بود که بنده شنیدم که بله ما بایستی به پیران و بیچارگان برسیم، در حالی که شب او بود و شب رپابلیکن ها بود و هر چه میگفت کف میزدن، یک مرتبه سالان در سالان سکوت برقرار شد. یعنی خود اونها متوجه شدن که آقا این اصلا این کاره نیست، این لمسی از درد و بیچارگی و فقر و نداری و اینها نداشته، چون یک مرد میلیونری است که درآمد سالانش نمیدونم 30-40 میلیون دلار هست و اینها. و هر شبت که بهانه اینها این است که اقتصاد خوب نیست، که البته جوابم هست، و این اقتصاد ورشکسته که آقای اوباما سعی در تعمیرش داره و 4.5 میلیون در واقع شغل هم ایجاد کرده، یادگار آقای جورج بوش هست که از همین رپابلیکن ها بود. خیلی خیلی برنامه جذابیست. من فکر میکنم که این مناظره هایی که خواهد بود بین این آقای رامنی و آقای اوباما بسیار بسیار دیدنی خواهد بود. آقای موری و عبرت آموز و فکر میکنم ما باید یاد بگیریم آقای مهری گره، ما در واقع استبداد زدگان که بعضی این کارها برای ما عجیب به نظر میاد، در واقع برای آدم استبداد زده درک دموکراسی قدری مشکل هست. کما این که وقتی که عرض کنم که آقای نیکسون و آقای کیزینجر در واقع به کت خدایی آقای کیزینجر که مراتب رو ایجاد کرد، صحنه را آماده کرد که آقای نیکسون رفت و با ما او سخن گفت و گفت که من درهای چین رو گشودم، اینها ما خیلی احترام داشت برای نیکسون. وقتی که از نیکسون را دادگاه یک تعدادی نوار داشت این آقای نیکسون که اینها کسی نمیدانست جز یکی دو نفر، اینها به دادگاه گزارش کردند که نوارها رو بیاورد. در اون نوارها همه مکالمات او با اطرافیانش بود، اینها که یا نوار یا استعفا و این پیچش میکردن در واقع. بعد برای ما خیلی عجیب بوده، من شنیدم که گفتن که آقا این امپراتوری که اینجا بود این رو از ساقتش کن. گفت چگونه، چرا؟ میگوین یک ضبط صوت گذاشته بود در نمیدونم تشکیلات حریف، نمیفهمیده ماو ستونگ، نمیفهمیده چگونه یک امپراتور رو میشود با یه ضبط صوت که در یه گوله باشن. خب کسی که دستور میده فرهنگ یک مملکتی رو از بین ببرن و نمیدونم 10,000 نفر در یک روز بکشن، و اون نمیفهمه که عرض کنم که چگونه مرد مقتدری که بر بزرگترین ارتش تاریخ تکیه داره و در کنم که بزرگترین اقتصاد، چگونه میشود که به خاطر یک ضبط صوت سرنگون کرد و دعوت کرد نیکسون رو به چین و به مانند یک رئیس جمهور از او پذیرایی کرد. مقصودی که ما دیکتاتور زده ها که با ذهنیت دیکتاتوری بزرگ شده ایم برای ما بسیار عجیب. بعضی عرض میکنم که این فرایند دموکراسی، اما خیلی خیلی خوب هست که ما بیاموزیم حداقل نگاه کنیم به این تاریخ این مملکت که 230 سال نیست، چون در دست مردم بوده و با تکیه بر مردم بوده به دینجا رسیده
این هست که ما همیشه و زیر سایه قانون بوده. در واقع در آمریکا ما حاکمیت قانون داریم. من در این بچه‌های سیاسی که صحبت میکنن چندین ساله بنده مستمع هستم، یک بار کلمه قانون از زبان هیچ کدوم از این سیاسیون نشنیدم که بر لزوم قانونمندی در مملکت ما اینها سخنی بگن و به اهمیتش و اینکه وضعیت امروز ما در نتیجه ابطال قانون بوده که ما به دست این ملایان افتادیم و امروز ما در واقع چنین بوده است که همواره بزرگترین یاغی مملکت در بلوچستان و خرم‌آباد نبوده، بزرگترین یاغی و طاغی مملکت کسی بوده است که در تهران در واقع شما قدرت رو به دست داشته و قوانین مملکت رو زیر پا میذاشته. این است که من این رو نشنیدم. این رو ما باید نگاه کنیم و بیاموزیم که ما ایرانیان با این سابقه تاریخی، این مردمان باهوش، این همه ذخایر زیرزمینی و اینها، اگر که در واقع حاکمیت ملی برقرار بشه و زیر سایه قانون، خیلی زود ایران کشور بزرگی میشه. اما این استبداد طلبی و عرض میکنم جستجوگر افراد بودن و هی از نفرها صحبت کردن و هی تکریم استبداد کردن و اینها، جز گمراهی واقعا در قرن 21 چیزی نخواهد بود. این است که برای ما همچون که شما اشاره فرمودین بسیار عبرت آموزه، هم عبرت آمیز قربان، هم عبرت آموز این فرآیند دموکراتیک در دموکراسی در آمریکا. خیلی ممنونم آقای مشی. من میخواستم که توضیح وسیعی بدهید و مبسوط درباره روشنفکر دینی، ولی 5-6 دقیقه بیشتر وقت نداریم. اگر بشه خب در... بله هر جو شما صلاح میتونه خواهش میام. نه اگر بفعیه مقدمه ای بگید که بله ببینید، این داستان روشنفکر دینی از مصطلحات جدید هست. اساسا ما در تاریخ، یعنی در واقع وقتی ما میگم intellectual به زبان انگلیسی و عرض میکنم روشنفکر به زبان فارسی که در واقع از همون intellectual گرفته شده، اینا کاملا مصطلحات جدید هست. اساسا داستان دین و داستان روشنفکری دو پدیده متضاد و جدلی و طرفین هست به قول فیلسوفان قدیم. یعنی اون که مسئله آدم دینی، یعنی که دین در واقع یک قالب هاییست که اندیشه هایی در این قالب ها ریخته شده و در زمان صامته و منجمده و سیال نیست. آدم دینی یعنی که کس بهترین آدم دینی کسیست که میخواهد جامعه ایرانی امروز رو برگرداند به روزگار رسول. این بهترین آدم دینیست. اینها سلفی هستن دیگه، بزرگترین مؤمنان به اسلام اونایی هستن که همواره میخواهند که شرایط جامعه رو برگردانند به اصل. آدم روشنفکر که البته در هر مملکتی موضوع روشنفکری فرق میکند، روشنفکری در مقابل یک ظلمتی است که تعریف میشه. یعنی روشنفکر کسی است که دری به روشنی باز میکنه متناسب با مشکلات جامعه. در جامعه ما ایران روشنفکری جز در مبارزه با استبداد معنی نداره به نظر من. یا روشنفکری حقیقی اون روشنفکری است که صرف در واقع قانونمندی و حاکمیت ملی بشه و جلوگیری از استبداد یا مبارزه با استبداد. روشنفکر کسی است که قالب ها رو میشکند، اساسا معتقد به این قالب ها نیست. ما مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی رو تا زمانی که یک ملای بوده و نمیدونم تفسیر قرآن و حدیث درس میداده ابدا و مطلقا صاحب فکر نمیدانیم، تا چه رسد روشنفکر. اما وقتی که این قالب ها رو دریده و از اون پوسته متحجر دین رسته و میفرماید از بس که سخن راندم و القارعتو خواندم از کار فرو ماندم، ای کار سلام علیک، اونجاست که به روشنفکری رسیده. یعنی روشنفکری یک مرحله بعد از نرم و سنت هست. این از که آدمه که اهل نرم هست و اهل سنت هست و اهل نگهداشت استاتس کو به قول این جای ها یا وضع موجود هست، اون روشنفکر نیست. روشنفکر کسی است که افقهای تازه تری رو در راه سعادت انسان جستجو بکند و اون طریق رو نشان بدهد. این است که روشنفکری بر زمینه عقل هست، عقل استعدادی و اینتلکت هست. کار دینی
زمینش تقلیده، یعنی احتیاج به مغز و اینتلکت نداره. واقعا یک سخن مشهوری از دکارت هست، چون وقت نیست این رو عرض میکنم به عنوان حسن خطاب. دکارت میگوید من در کار دین خیلی دقت کردم، اما دیدم در دین هیچ حقیقتی نیست، به جهت اینکه دروازه های بهشت برای بزرگترین آدم ها همونقدر باز است که برای احمقترین آدم ها. یعنی کار دین نیاز به اینتلکت و مغز نداره. یک مشت عرض کنم که تکالیف هست، هر که انجام بده میره به بهشت. یعنی در پیشگاه دین ابن سینا با خلخالی هیچ فرقی ندارد. ببینیم که جایی پس برای عقل و عرض میکنم استدلال عقلی و تفکر نیست. این است که جمع روشنفکر دینی یک جمع متضاد و جدلی و طرفین هست که میتوانیم در برنامه های آنده در بابش صحبت کنیم. آقای مشیری خیلی ممنون میشم. جناب آقای مشیری خسته نباشید تا گفتگوهای آینده. درود بر شما. آقای مشیری یه سوال رسید دارم. رو باز جواب بدید آقای مشیری. آقای مشیری یه سوالی ازتون دارم. من یادم میاد که مرتب گفتگوهای من شما در سایتتون منعکس میشد. الان هم هنوز میشه؟ بله قربان، اتفاقا همکتون که ما سخن میگیم دوست عزیز من آقای سعید کریمی که سالهاست واقعا زحمت میکشه در این راستا ضبط میکنن و اینها رو در همون سایت بهرام مشیری .com اونجا میگذارن و بسیارم در واقع مورد استقبال هموطنان هست این صحبت های بنده و خدمت جناب عالی. دستشون درد نکنه. خیلی ممنون مشیری عزیز. قربان شما، محبتتون کم نشه. درود باشه.